وای میستیم تحت همون نظامی که مردم انتخاب کردن خدمت میکنیم به کشور. ولی آنها اصلا نمیخواهند به اون مرحله انتخابات ملی مردمی برسه که نکنه اون رأی پادشاهی باشه. با اینها چگونه میشه هم بستگی کرد؟ به چه زبونی بهتون بگم؟ به دنبال راهکارهایی بود برای من و تو که نه پول تو دستمون داریم نه اسلحه، فقط ارق ملی و ناسیونالیسم ملی داریم، چگونه بتونیم کمر این رژیم رو بشکنیم. تنها راهش اینه که ما طرفداران نظام پادشاهی بتونیم متشکل بشیم، منسجم بشیم، هم بسته بشیم. یعنی به جای اینکه 5000 تا حزب 8 نفره و 20 نفره داشته باشیم، همه بیایم زیر یک چتر بدون اینکه رئیس داشته باشیم. یک نفر اون بالا اسمش نوشته شده رضا شاه دوم، و هممونم میخوایم بریم تا به سرنگونی رژیم و به اون مرز اون صندوق‌های انتخاباتی برسیم. چرا نمیرسیم به اونجا؟ چرا هممون به فکر همبسته شدن خودمون نیستیم؟ این سوال منه. از روزی که کشور ما سقوط کرده تا به امروز 30 سال تجربه گرانبهاست، 30 سال عمر، 30 سال زندگی از دستمون رفته. همش صحبت ها و بحث و نقل، نمیدونم مجالس، اینه که نظام فردای ایران چی باید باشه. نظام فردای ایران اصلا به من و تو که در خارج از کشور نشستیم رفتی نداره. اونایی که تو ایران 30 سال شکنجه دیدن، بدبختی و گرسنه کشیدن، باید بگن چی چیه. سی ساله به درک این مطلب نرسیدیم که هر گروهی باید خودش رو منسجم کنه. مگر غیر از اینی که در این آمریکا مهد تمدن دنیا یه حزب جمهوری خواه یک حزب دموکرات هستش، یه سری نخودی هم این وسط به نام نمیدونم چی چی هستن که همیشه هم 2%، 3%، 5% از خودشون رأی جمع کنن، هیچ که محلشون نمیذاره. ما پادشاهی داریم، جمهوری داریم. چرا ما طرفداران نظام پادشاهی نتوانسته ایم هممون هم میگیم رضا شاه دوم پادشاه ماست، رهبر ماست، دوره هم جمع بشیم؟ چون مزدورتمون فراوونه. بزرگترین دشمن ما همین حزب مشروطه است. متفکران ما، اندیشمندان ما، مصدقی های ما، تودهی های ما، اکثریتی های ما، این ابر روشن فکران ما، همشون از فلاسفه بزرگ قرن هستن. تو میتونی این رو بیاری با خودت همبسته کنی آقای رینگول؟ همه اینها بچه ملا هستن، این تودهی ها، این اکثریتی ها، این مصدقی ها. برید اگر بکگراند و شجر نامشون رو نگاه کنید، یه جاشون به یه ملا میخوره. هر نوشته ای رو از اینا میخونی، به یک جا دارن به شاه میزنن و به یک جا به 28 مرداد میرسن. هیچ صحبتی از رژیم اسلامی نیست. مگه میشه با اینها همبستگی کرد؟ تا زمانی که تو خودت نرسی به اون نقطه ای که خودت رو همبسته و متشکل کنی، این بازی ها ادامه داره. به چه زبونی باید بهتون بگم؟ هر کی برای خودش چه حزب داره، دستگاه داره، 40 نفر رو جمع کرده، هر کی 8 ساعت 10 ساعت برنامه تلویزیونی داره یا یه تلویزیون یه ساتلایتی داره، 100 نفر رو دور خودش جمع کرده. اگر هر کی میگه با نظام پادشاهی و به تاریخش افتخار میکنه، همه باید زیر یه چتر باشن. در غیر این صورت دروغ میگن. تا زمانی که این وضعیت ادامه داره، تا زمانی که هنوز شما به دنبال همبستگی با کسانی هستید که اصلا ذات معنوی تفکر و اندیشه و تز سیاسی شما رو قبول ندارن، تز سیاسی شما رو 30 سال پیش برای که از بین ببرن یک کشور و یا مردم رو نابود کردن، تو هنوز دنبال همبستگی با اینا باشی، ابلهی، و یا اینکه مغرضی، و یا اینکه مزدور حکومت اسلامی هستی. 30 سال
شب و روز مطبوعات و روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها و اینترنت ها و کتاب ها و جزوات و اعلامیه ها و فراخوان ها و میتینگ ها و جلسات فرهنگی و ادبی و سیاسی درباره این گونه همبستگی و هماهنگی و این گونه مسائل به کجا رسید؟ چه ما میخوایم درسمون رو یاد بگیریم که تو یک راهی یک بار دو بار ده بار شکست میخوریم، بریم فایند اوت کنیم که چرا شکست خوردیم و بعد تو زمانی که نمیتونی با همگروه خونی خودت همبستگی ایجاد کنی چگونه صحبت از همبستگی با دیگران میکنی؟ ما اول باید جامعه خودمون رو خوب بشناسیم. بارها گفتم تا روانشناختی مردم خودمون رو نشناسیم، با رفتن 4 تا کتاب خونده و خوندن و 15 ساعت فیلم های زمان مصدق و دوران صفویه و قاجاریه دیدن، تو تا زمانی که منتالیتی حزب توده کیانوری و دار و دستش و خیانت هاشون رو، منتالیتی جبهه ملی رو از مصدقشون بگیر بیا تا به پایینشون، نهضت آزادیشون رو، مارکسیستش و لنینیستش و تفکر و اندیشه اینها رو، وابستگی اینها رو به دستگاه های اطلاعاتی غرب و شرق ندونی، از چه همبستگی صحبت میکنی؟ احساسات گرفتته؟ تو باید جامعت رو خوب بشناسی، تو باید مردم زمان خودت رو خوب بشناسی، تو باید مشکلات زمان خودت رو درک بکنی، تو باید گنجایش های مردمت رو، جامعه زمان خودت رو خوب سنجیده باشی، خوب معیارهاش رو طبقه بندی کرده باشی و با همون شناخت همه جانبه اون وقت میتونی با تولید اندیشه های بکر و با هم قدم شدن، هم بسته شدن با اونهایی که هم فکر خودت هستن، هم اندیشه خودت هستن، اون وقت تازه یه کاری رو متبلبر کنی، شروع کنی. رویا پردازی، در رویا زیستن با این مار و عقربا و این عنکبوتا و این افعیا و این حرفا، فکر در فکر کردن که من اینها را برای شماها کوچکترین شناختی از خودتون، از جامعه خودتون و پتانسیل های مخرب اون ندارید. اونهایی که به دنبال شیخ و ملا دوست خوب من به راه افتادند، اونهایی که برای ضربه زدن به پادشاه و پادشاهی و تاریخ و تمدن و هویت یک ملت لگد زدند و این همه جنایت رو به بار آوردند، این فقر و گرسنگی و روزمرگی رو به بار آوردند، تو خیال میکنی این تا روزی که نفس میکشه میتونه تو فرهنگ من و تو ایرانی بیاد، از خرش پایین بیاد؟ این تا روزی که بمیره باید به خودش ثابت بکنه اشتباه نکرده.